درود بر همگی. به مناسبت اینکه در آستانه نیمه مهر ماه هستیم، این روز سال روز حمله به منزل آقای بروجردی در سال 1185 هست که سرآغازی بوده بر 15 سال حبس و حصر ایشون که همچنان ادامه داره. فایل صوتی که امروز براتون پخش میکنم در از فراخوان ایشون هست: از تمام خستگان برای رها شدن از نیستی ها و ناتوانی ها و حرکت به سوی توانستن ها و هستی. با هم بشنویم. آنچه که امروز مورد نیاز بشر است، آرامش و آسایش و بی دغدغه بودن است. در زندگی روزمره همیشه تنش هست، تکانهای زلزله‌وار حوادث و وقایع و اخبار هست که انسان را متزلزل میکنه، روان پریش میکنه. هر کسی به یه چیزی پناه میبره تا دغدغه ها را، چکنم ها را، ندانم کاری ها را، حیرت ها را که صف کشیده جلوی انسان، مداوا کنند، معالجه کنند. یک سهمیش مربوط به اطباء است، روانکاوان، روانشناسان، روانپزشکان، متخصصین اعصاب و روان که اونها یا با صحبت میخوان علاج کنند یا با دارو میخوان علاج کنند. اینا همه مقطعی است. دارو انسان باید دائما بخورد بیفته حالیش نباشه، این معتاد دیگه، کاری از دست دارو ساخته نیست که. اگر بود اینقدر مردم پریشان نبودن، نابود نبودن. مجموعاً داروها یا مقطعی اصلاح میکنن یا اگر در بلند مدته انسان رو از حیز انتفاع میندازه، دیگه کاربری رو میاره پایین. گاهی مرده متحرکه، گاهی نیمه حاله. گفتارم که زیاد اثر نداره، مشاور چی میخواد بگه؟ واقعیت های زندگی رو مگر با مشورت میشه عوض کرد؟ در این بین حلقه هایی درست شده، گروه های، طیف های، فرقه های که ادعا میکنن ما میتوانیم آرامش بدهیم. اونا هم اومدن وسط میدون، یه در جمع کردن کم یا زیاد و موفق نشدن این بشر درمانده مستعصل مستر را نجات بدن، که عینیت دارد، چیزیست که مشهوده، نمیتواند هوادار فلان نظریه بگه من رفتم کره ماه و برگشتم. باید دید آثار رو، باید دید. ادیان و مذاهب هم که وعده آخرت میدن، این کار رو بکنی میری بهش، اون کار رو بکنی میری جهنم. اینم دیگه یه فرش نخنما شده برای مردم جهان. وعده های ادیان و مذاهب بیرنگ شده، هنای بیرنگ که میگن همینه، چون نتوانستن دست بشر رو بگیرن و فقط وعده دادن. نمونش همه ادعونی است جمله. چاره چیست؟ چاره را ما در انتظار میدانیم. انتظار یک جاده است که منتظر را سوار خودروی می کند تا به مقصد برسد. پشت سر این ماشین آتش هایی است که از فوران آتش فشان در حال ریزش است. فیلم های سینمایی دیدید نشون میده مردم در حال فرارن، یه قدمی پشترشون گداخته ها میافته.
امروز بشر دچار یک چنین گرفتاری است. ما به سوی آینده پیش می رویم. در این که دیروز همه انسان ها باختن، ما مشترکیم با همه اهل زمین. تاریخ اینو میگه، همه بازنده بودیم. میگه قرآن، میگه لفی خس، حقیقت همینه. پدران و اجداد ما چی به دست آوردن؟ 50 سال 100 سال زندگی کردن، خوردن، خوابیدن، آمیزش کردن، کار کردن، مردن، رفتن تو خواب. چی ثمرش چی بود؟ برای ما چی گذاشتن؟ ارثی که از اجدادمون به ما رسیده چیه؟ همین مسئله بهشت و جهنم. زمان حال زمان تفکر است. گذشتمون رو ما به لحاظ بی‌اعتباری نابود کردیم، رفت، پلهامون رو خراب کردیم. الان زمان تعقل است. همین که قرآن میگه افلا تعقلون، یعنی همه آیه خوندی عاقلانه اگر میخوندی اینجوری نبود وضعیت. الان باید فکر کنیم چه کنیم، چه جوری خودمون رو از این منجلاب ناامنی، ناآرامی، آزار و اذیت روزگار نجات بدیم. تنها راهش فراره. فرار از چنین جهنمی به سمت نجات. این فرار اسمش انتظار. ببین من میگم منتظر نباید استوب کنه، نباید بیسته، نباید وایسته سر جاش. سر همین انتظاری که دین معرفی میکنه با انتظاری که ما دنبالش هستیم زمین تا آسمون فرق میکنه. انتظار دین همینه، میگه سر جات وایسا تا یه کسی بیاد نجاتت بده. هرچی هم طول کشید اب نداره، تو میمیری، بچهات منتظرن، نباید همطوری که 1300 ساله پدران، اجداد و آبا و مادران ما منتظر. ولی انتظاری که ما زیر پرچمش قرار داریم انتظار حرکت است. ما باید بشکافیم موانع، ما باید پرده رو کنار بزنیم. ما برای رسیدن به راحتی، به آزادی، به آرامش منتظر می شویم و منتظر به هم نمی ریزد. چرا؟ چون می داند کاری از او ساخته نیست. هر کس که می گوید ما می توانیم، اونقدر ازشون دیده شده ناتوانی که جز رسوایی براشون نبود. ولی ما میگوییم نمیتوانیم، به دنبال توانایی میرویم. تفاوت ما اینه، ما میگوییم عاجزیم. یعنی حقیقت زندگی بشر عجزش رو نشون داده، چه تازه نیست کشف شده باشه. ما داریم میریم به سمتی که معجزه شود. این معجزه نامش ظهور است. ظهور یعنی ظاهر شدن خوشبختی، راحتی، آرامش. خدا نگهدار. خب عزیزان، برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه آینده، بدرود.